بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما دوستان عزیز، بنده حسین بهکار هستم، مضمون وب گرافیک شما رو تدریس میکنم و رسیدیم به قسمت فصل سوم کتاب شما و معرفی مینوها در نرم افزار فتوشاپ. به ادامه جلسه قبلی که ما گفتیم ریورت، در واقع توسط این فرمان ما هر تغییری که در تصویرمان، در بنرمان، در بروشورمان به وجود آورده باشیم، با انتخاب کردن ریورت تغییراتی که اعمال کردیم به حالت اولیه ما برمیگرده و اکسپورت. شما بخواین که در واقع طرحی که شما کردین، دیزاینی که شما انجام دادین در صفحه تانی را در واقع به فرمت حالا ادوب ایلستریتور یا بخش‌های مختلف دیگر مشخص کنین، میاین از اکسپورت استفاده میکنین. حالا ما یک تصویر باز کنیم برای شما. این تصویری که باز کردیم اینجا از قسمت فایل و اکسپورت رو میگه شما اکسپورت کن. فرمتش PNG هست. شما GIF انتخاب میکنین، ارزهایش هم انتخاب میکنین و در واقع اکسپورت آپشن رو بزنین، اکسپورت میشه و به حالت اکسپورت برای ما و شما مشخص میشه اکسپورت. و برای مثلا وبسایت شما میخواین که انجام بدین، برای الستریتور شما میخواین انجام بدین، برای حالا رندر ویدیو شما انجام بدین، برای هر چیزی که انجام بدین در بخش اکسپورت میتوانین که مشخص کنین. شیران بهانس از این فرمان ما چرا استفاده می‌کنیم؟ میگه این فرمان میتواند کارهای هنری شما که حالا در صفحه اینترنتی بهانس در واقع یک صفحه اینترنتی هست، این فرمان توسط این فرمان که شیران بهانس هست، شما میتوانید کارهای هنری که در صفحه اینترنتی انجام دادین در صفحه اینترنتی بهانس به اشتراک بگذارین. و این در حالی است که شما باید در این صفحه یک اکانت داشته باشید. اگر که اکانت نداشته باشین نمیتوانید که این کار انجام بدین. شیران بهانس، ما و شما نداریم اکانت، ولی اکانت داشته باشین شما میتوانید که این کار انجام بدین. فرمان دیگری که وجود داره در بخش فایل سرچ ادوبی استاک هست، میگه اگر خواسته باشیم از انبار وبسایت ادوبی جستجو نماییم، بالای این فرمان کلیک میکنیم. شما میخواین که یک موضوع را مثلا نمیدانیم و میخواین که جستجو کنین و در موردش مطالعه کنین، وقتی برنامه برای شما باز هست بالای فایل کلیک میکنیم و سرچ ادوبی استاک کلیک میکنین و شما حالا اگر که اینترنت داشته باشین میتوانین که جستجو کنین در مورد هر چیزی که ابهام هست برای شما. این کار از چه قسمت انجام میدین؟ از قسمت سرچ ادوبی استاک میتوانین که انجام میدین. میان فایل و بخش سرچ ادوبی استاک کلیک میکنین و هر جستجویی که شما نیاز داشته باشین از این بخش انجام میدین. پلیس امبیدد، توسط این فرمان ما چیکار میکنین؟ توسط این فرمان یک تصویر یا فایل را می توانیم در فایل لباس چکار کنیم، جا بجا کنیم. میان بالای فایل کلیک می کنیم و پلیس امبیدد. این چه شد؟ مثلا می خواهیم که رو جایگزین این بسازیم. حالا به حالت اولیه برگردیم. این هست، می خواهیم که یک تصویر دیگر رو بالای این تصویر چکار کنیم؟ امبیدد بسازیم، جا بجا بسازیم. پلیس این تصویر میخوایم که کار انجام بدیم. این از این فرمان دیگری که حالا در بخش فایل وجود داره به نام پلیس لینکد هست. توسط این فرمان ما چیکار میکنیم؟ توسط این فرمان میتونیم یک تصویر یا فایل رو به صورت لینک دار جا و جا کنیم.
برمیگردیم به فتوشاپ، بخش فایل و پلیس لینکد کلیک میکنیم و بالا این کلیک میکنیم. این به صورت چی برای ما و شما مشخص میشه؟ به صورت لینک دار مشخص میشه. فرمان دیگر حالا در بخش فایل وجود دارد به نام پکیج هست. توسط این فرمان میگه ما میتوانیم فایل کار شده را در یک بسته داخل یک فولدر با تمام جزئیات و ضروریاتش، مثلا مانند تصویر، مانند فون و غیره، چیکار کنیم؟ جابجا کنیم و برای شخص یا مطبع برای چاپ تسلیم کنیم. وقتی که شما یک در واقع بروشور دیزاین میکنین، یک تصویر دیزاین میکنین یا یک بنر طراحی میکنین، مسلما از در واقع رنگ مخصوص به خودش انتخاب کردین، فونتش هم حالا منحصر به فرد هست، شما میخواین که هم رنگش هم فونتش و تمام جزئیاتش که شما کار کردین بدون هیچ گونه تغییر در واقع چاپ بشه، تمامش در واقع در یک پکیج جاسازی میکنین و به مطبعه تحویل میدین. برای این کار شما از قسمت حالا فایل و میاین پکیج رو پیدا میکنین. فایل پکیج، حالا ما اینجا پکیج غیر فعال هست، یک رنگ اینجا انتخاب کنیم. حالا یک تغییرات ما اینجا به وجود بیاریم برای که پکیج ما فعال بشه. فونتش هم که حالا یک چیز ما اینجا می نویسیم. میمه بخش فایل، پکیج ما این کار انجام میده. بالاخره چی کار انجام میده؟ میگه توسط پکیج تمام جزئیاتی که شما کار کردین میتوانین چیکار کنین؟ از قسمت پکیج اینا رو با هم دیگر یک جای کنیم و به چی تحویل بدیم؟ به چاپ تحویل بدیم تا که تغییراتی که مد نظرتان هست اعمال بشه. ویژگی یا فرمان دیگری که وجود داره به نام اتومیت هست. اتومیت در این مینو گزینه اولش که به نام حالا بچ هست، که با کلیک بالای این بچ میگه باکس زل برای شما نمایش داده میشه که در تصویر میبینید که در آن چندین گزینه هست که ما یکی از آن را به نام چوکات چوبی است انتخاب میکنیم و فولدر را در واقع انتخاب میکنیم. حالا بیایم ما بخش فایل، ما اینا رو ببندیم. فایل و اتومیت بچ کلیک میکنیم و اینجا حالا مطابق با تصویری که میگه اینجا هست، شما میتوانین که هر چیزی که دوست داشته باشین انتخاب کنین، بر اساس چی اکشنش بر اساس چی باشد. ما حالا تصویر چوبی میخوایم باشد، از فولدر باشد، از هر کجایی که حالا شما انتخاب میکنین. ما ببینیم داریم که متاسفانه در یک کامپیوتر ما همچون تصویر رو نداریم. کلیک میکنین و اوکی رو بزنین. میگه که امید سایز باید فقط 100 پیکسل باشه و اینجا کانتینیو، اینم کانتینیو. پس بنابر این تصویر ما و شما کجا قرار گرفت؟ تصویر ما و شما داخل یک چوب که انتخاب کردیم قرار گرفت، که شما در تصویر تصاویر ما و شما رو اینجا میبینید، ولی سایز عکس شما باید از 100 پیکسل بیشتر نباشد که اینجا میبینید. پی دی اف پریزنتیشن توسط حالا این فرمان که در بخش در واقع اتومت قرار داره، ما میتونیم یک فولدر را که فایل هایی که باز هستن را به چی تبدیل کنیم؟ به پریزنتیشن تبدیل کنیم. در قسمت سورس فایل
دو گزینه داریم که یکی آن به نام چی است؟ Add Open File که تمام فایل ها را به چی تبدیل می کند؟ به PDF Presentation تبدیل می کند و فایل دیگرش به نام حالا Browse هست که شما اینجا می بینین که توسط این گزینه ما می توانیم یک فولدر مورد نظر ما را چیکار کنیم؟ Browse کنیم، انتخاب کنیم که تمام تصاویری که حالا در فولدر انتخاب شده هستن موجود هستن را به شکل خودکار به PDF تبدیل می کند که در قسمت پریزنتیشن باید انتخاب شده باشن. دیگر گزینه ها را نظر به ضرورت می توانید که انتخاب کنید. پس بنابراین از قسمت PDF پریزنتیشن شما زمانی که فایلاتون رو می خواهد که به PDF تبدیل کنین از این قسمت می توانید تمام فایل هایتان رو به PDF پریزنتیشن تبدیل کنید که به دو قسمت هست. یکی بخش Add Open Source هست و دیگر از به قسمت بروز هست که شما میتونید فولدرهای مورد نظرتون رو انتخاب کنین. حالا ما میایم از قسمت فایل و بخش اتومات و پی دی اف پرزنتیشن شما انتخاب میدونم از قسمت اد اوپن فول سایز در واقع این سه تصویر هستن که انتخاب شدن و از قسمت بروز شما میتوانین که در واقع تصویر دیگه هم انتخاب کنین که اینجا 4 تا شدن، ما یکی دیگه هم انتخاب کنیم اینجا 5 رو میشن و در واقع سیو یا پریزنتیشن هم انتخاب میکنین و بخش های مختلفش دیگرش که حالا تایتلش باشد، عنوانش باشد، نویسندهش باشد، اکستنشنش هم باشد، دسکریپشن انتخاب میکنین و سیو رو بزنین. ایچی میشه به پریزنتیشن تبدیل میشه. حالا که ثمرش شما اینجا ببینین، حالا ما و شما اگر که بریم ببینیم اینجا پی دی اف باز کنیم، تغییرات ما و شما که اعمال کردیم اینجا برای ما و شما همه 4 تا عکس در پی دی اف برای ما و شما نمایش داده میشن که اینجا میبینیم تصویر اول، تصویر دوم و سوم و چهارم که اینجا میبینین که از چه قسمتی کار میکردیم؟ از قسمت PDF Presentation کار میکردیم و قسمت دیگر هست به نام Create Droplet. از این چه وقت ما استفاده میکنیم؟ میگه زمانی که بالای این فرمان کلیک نمایید باکسی که شما اینجا میبینین نمایش داده میشه که در قسمت Save Droplet Plet In ما میتوانیم فولدر را چکار کنیم، انتخاب کنیم که در آنجا Droplet در واقع حفظ یا نگهداری میشه و در قسمت اکشن هر عملیه که شما بخواهید را انتخاب میکنید و در قسمت دستینیشن دو گزینه دارید که سیو اند کلوز هست و دیگری آن فولدر هست که در فولدر انتخاب شده دراپلت را شما چیکار میکنید؟ میتوانید که ایجاد کنید. هر تصویری که میگه شما کلیک کش کنید بالای این آیکون را رها میکنیم، تصویر را به عملیه انتخاب شده تبدیل میکند. حالا از این قسمت بخش Create Droplet انتخاب میکنیم و در واقع کاری که شما اینجا انجام میدین انتخاب میکنین که ما متاسفانه نداریم و تصویری که شما میخواین کش کنین تغییراتی که حالا مد نظر ما و شما هست در این قسمت اعمال میشه که در تصویر شما اینجا میبینیم و Crop and Straighten Photo در واقع توسط این فرمان ما میتونیم یک تصویر نامنظم را چکار کنیم به صورت منظم مشخص کنیم. نمونه به شکل خودکار در صفحه فوتوشاپ تنظیم میشود. حالا ما یک تصویر نامنظم در واقع اینجا برای شما عزیزان اوپن کنیم، یک تصویر. حالا این تصویر هست از قسمت فایل اگر که ما انتخاب کنیم Crop and Straighten Tools انتخاب کنیم ببینید به صورت منظم برای ما و شما مشخص کرد، ولی در واقع این گونه نبود دیگه. ما دوباره بازش کنیم و ببینیم این اصل تصویر ما این هست و ما میخواییم که در واقع تغییراتی که میخواد اینجا
ایجاد کنیم بریم از قسمت فایل و crop and straighten tool فوتو رو انتخاب میکنیم و این تغییرات رو برای ما و شما ایجاد میکنه به صورت خودکار این کار رو انجام میده. پس بنابراین این بود درس امروز ما و شما در رابطه با معرفی مینوها در فتوشاپ. شاد و موفق و پیروز کامگار باشین. روز بر همه شما خوش. خدا حافظ و ناصرتان.